راه میشیم با آرش علایی. آرش، درباره مواضع اخیر دولت بایدن در خصوص جنگ اسرائیل و حماس بیشتر برای ما بگو. ببین، اول دینامیک قدرت رو باید متوجه شید در آمریکا برای اینکه بفهمید چرا دولت بایدن یا آقای ترامپ دارن اینطور صحبت میکنن راجع به اسرائیل. از ماه نوامبر که عملیات زمینی اسرائیل در غزه آغاز شد، بیشتر آمریکایی‌ها موافق این عملیات بودن. بعد از حملات تروریستی 7 اکتبر بود، اون تصاویر و ویدیوهای هولناکی که تروریست‌های حماس در حال کشتن مردم بیگناه بودن یا به گروگان گرفتن مردم اسرائیل بودن، در آمریکا کار خودشو کرده بود و بیشتر مردم آمریکا با این مسئله اون موقع موافق بودن. نظرسنجی‌های گالوپ این رو نشون می‌دهد. مسئله این است که از اون موقع تا به حال الان تقریبا 4-5 ماه گذشته است و اسرائیل نه تنها نتوانسته عملیات در غزه رو تموم کنه، بلکه از اون موقع تا حالا ویدیوهایی که ما داریم از اون منطقه میبینیم دلخراش است از کشته شدن مردمی که در غزه هستن. بعضا گروگان‌های اسرائیلی که در بند حماس بودن و توسط ارتش اسرائیل کشته شدن، بعدا خود اسرائیلی‌ها بهش اعتراف کردن. مشکلاتی که در مورد فرستادن کمک‌های بشردوستانه وجود داره به اون منطقه، مخالفت‌هایی که اسرائیل می‌کند با طرح‌هایی که آمریکا می‌دهد و سفرهای پشت هم دیپلماتیک آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه، تور پشت تور ایشون گذاشته است و با کشورهای مختلف حماس گفتگو کرده، حالا به طور حتی غیر مستقیم، و در نهایت در بسیاری از موارد دولت بایدن میگوید که بنیامین نتانیاهو است که جلوی روند اینکه بخواد آتش‌بس به وجود بیاد و تبادل زندانی صورت بگیرد و گروگان‌ها آزاد بشود رو میگیرد. و الان یواش یواش این عملیات نظامی داره برای حزب دموکرات، برای شخص آقای بایدن، مخصوصا در نظرسنجی‌هایی که مربوط به انتخابات سال 2024 هست، اثر خود منفی خودش رو نشون میده. بخش بزرگی از رای دهندگان حزب دموکرات میگویند به شدت مخالف دولت بایدن هستند، سیاستش در قبال اسرائیل و اینکه حمایت بیچون رو چرا انجام میدهد. و در نهایت هم دولت بایدن سعی میکند واکنش نشون بدهد. این قطعنامه ای هم که در سازمان ملل متحد تصویب شده است، حالا اینو بهش اشاره کنم، قطعنامه غیر الزام آور است، هیچ فشاری به اسرائیل وارد نمی کند. دولت بایدن الان در آمریکا اهرام فشاری ندارد بر بنیامین نتانیاهو و در این حال به خاطر عملیاتی که در غزه است و اون ویدیوهایی که در آمریکا داره پخش میشه به خاطرش، دولت بایدن سعی میکنه فاصله خودشو با اسرائیل تا هر چقدر میتونه بیشتر و بیشتر کنه. متشکرم از توضیحات شما همکارم آرش علایی که از کنگره آمریکا با ما بودی.